کمتر هم سراغ داریم یک بیماری اینقدر رو اقتصاد، اجتماع، زندگی مردم و سیاست و روابط بین الملل اثر گذاشته باشه. سخنان رئیس جمهوری ایران درباره آن چه ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی آورد. او در این حال مدعی است که ایران کمترین تأثیر را از آثار مخرب اقتصادی کرونا دیده، آن هم به خاطر عملکرد دستگاه‌های دولتی. من خدمت ملت عزیز ایران عرض میکنم کار وزارت بهداشت درمان ما افتخارآمیز بوده، کار بخش تولید ما افتخارآمیز بوده، کار بخش حمل و نقل ما افتخارآمیز بوده، کار بخش کشاورزی ما، بخش صنعت ما، بانک مرکزی ما، اقتصاد ما، بورس ما، کار کم نظیر اینو انجام دادن. این سخنان در حالی مطرح می شود که گزارش های بسیاری از مشکلات اقتصادی در ایران منعکس می شود. آقای روحانی می گوید آن چه انجام شد حد اکثر توان دولت بود. این بسته های معیشتی، این کمک هایی که ما داریم انجام میدیم، اضافه حقوقی که انجام گرفته، اینا حد اکثر توان دولت بوده. دولت این توانش رو به کار گرفته. این در حالی است که بنابر آمار رسمی که بسیاری آن را منطبق با واقعیت نمی‌دانند، شمار جانباختگان روزانه کرونا در ایران از 140 نفر عبور کرد. و متاسفانه ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار، طی 24 ساعت گذشته 144 نفر از هموطنان عزیز را در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم. و در حالی که روند شیوع بیماری در برخی مناطق در حال اوج گرفتن است، رئیس جمهوری ایران از احتمال کمبود امکانات بیمارستانی ابراز نگرانی می کند. مردم ما بدونن این ویروس وارد هر استانی شد و شیوع پیدا کرد، کار ما اینه نذاریم پیک تند پیدا کنه، یا به صورت کله قندی برای ما این شیوع میره بالا، اونجا ما دچار مشکل میشیم، یا نه این حرکت این ویروس به صورت ملایمه و یه پخی درست میکنه و عبور میکنه، ما باید سراغ دومی باشیم. و سرانجام استفاده از ماسک در ایران اجباری میشود در تمام مناطق تجمع تا شاید بتوان از این راه روند شیوع کرونا را کند کرد. دوم این که هر کجا که محل تجمع هست ما اونجا ماسک رو دیگه الزامی میدونیم. از هفته آینده این ترتیبات تهیه بشه، از 15 تیر ماه ما ماسک رو الزامی بکنیم، تا آخر تیر ماه اگر اون وقت دیدیم لازمه تمدید کنیم دو مرتبه. تأثیرات منفی اقتصادی کرونا سایه سنگین خود را بر اقتصاد جهان از جمله کشورهای همسایه ایران گسترانده. در عربستان سعودی موسم حج امسال پرزیان‌ترین خواهد بود. امسال تنها حدود 1000 نفر از مقیمان داخل کشور در حج شرکت می‌کنند. حجم الخسائر عندي تقدر بمليون ریال. حجم خسارت‌های من حدود 1 میلیون ریاله. اما مسئله این نیست که فقط یک شخص زیان می‌بینه. اقتصاد حج فراگیره. در مؤسسه من بیشتر از 100 هزار شهروند در بخش‌های مختلف حج کار می‌کنند، از مسکن گرفته تا حمل و نقل. در عراق هم مردم دچار مشکل شده‌اند و هم کارگران خارجی که الان پولی برای بازگشت به کشورشان هم برایشان باقی نمانده. الان حضور اینها برای کارفرما فقط یک خرج اضافیه. دولت یا کمیته بحران هم نتونستن هیچ کمکی به کسانی که کسب و کارشان خوابیده بکنن. اکنون اروپا قصد دارد به کشورهایی که آنها را ضعیف توصیف می‌کند برای برون رفت از آسیب‌های کرونا کمک اقتصادی ارائه دهد. ما نیاز به بازسازی عادلانه جامعه‌هایی داریم که ویروس کرونا آنها را ویران کرده. برای همین با کمال خوشنودی اعلام می‌کنم اروپا برای کمک به جبران پیامدهای این بحران 4 میلیارد و 900 میلیون یورو به کشورهای ضعیف پرداخت می‌کند. و همه اینها در حالی است که شمار مبتلایان کرونا در سطح جهان به سرعت رو به افزایش است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.